کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگه از مجموعه برنامه های امامت از دیدگاه عقل در خدمت بینندگان عزیز هستم. عنوانی که در این برنامه به آن میپردازیم و به حصر عقلی میکشیم که آیا این عنوان و این شرط و این معیار در امامت باشه بهتره یا نباشه، این است که شیعه میگوید بر اساس آموزه هایی که از مکتب وحی گرفته، امام باید حافظ اسرار الهی باشد. ائمه باید حفظة سر الله باشند. این چند تا نکته درش هست. شیعه میگوید امام باید با خدا ارتباط دائم داشته باشد. دوم، باید اسرار الهی را عالم به آن باشد. عالمه به جمیع اسرار الهی باشه. و میدونید سر چیزی است که بین دو نفره. سر اگر اذا جاوز الاثنین فشا، اگر از دو نفر تجاوز کرد دیگه اصلا بهش سر ماهیتا نمیگن، ماهیت سر ازش گرفته شده، فاش شده دیگه. در عناوین دیگه غیر از جامعه هم همین معانی رو داریم. فبه حق من اتمنکم علی سره و سرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته. قسم میدهم شما را به حق اون کسی که شما را امین بر اسرار خود قرار داد، به اون خدایی که اسرارشو به شما سپرده، آنچه که به هیچ کس نگفته، اون علوم، اون حقایق، اون اسرار و اسراری که به هیچ کس نگفته به شما گفته. اسرار عالم اون پنهانی های نظام خلقت است که هم مؤثر در خلقتن، هم مؤثر در توسعه خلقتن، هم مؤثر در بقا و دوام خلقتن. دانستن این اسرار الهی و اعمال این اسرار پنهان در نظام جاری خلقت بالاترین مقامی است که برای یک انسان یا یک موجود ممکنه. کسی که ظرف اسرار خدا باشه و حافظ اسرار خدا باشه بالاترین رتبه رو داره. من یه آدم عادی هم اسرارم به کسی نمیگم، حتی ممکنه اسرارم به عزیزترین عزیزانم نگم. کسانی هستن که اسرارشون رو به همسرشون نمیگن. پدری به پسرش وصیت میکرد بابا چشم چپ من 30 سال کوره، کور شده، ولی هنوز مادرت خبر نداره ازش. بابا اسرار زندگی تو حتی به زنت نگو، به همسرت نگو، چون یه روزی از این اسرار بر علیه تو استفاده خواهد کرد و این امکان داره. اگر شیعه شرط میکنه امام باد حافظ اسرار خدا باشه، یعنی اینقدر باید نزدیک باشه به خدا که خدا او را امین بدونه نسبت به این که امین باشد و بر علیه خدایی خدا و مصالح خدا و اونچه که قوانین الهی معین شده استفاده نکنه. چنین مقامی در امامت امام شرطه. خدا خودش اسرار خودشو میدونه، غائبه، در غیب الغیوبی ذاتی اسرارش پنهانه، در هویت پنهان ذاتی خودش اسرارش پنهانه. اگر این اسرار رو به کسی سپرد، به امام گفت، به پیغمبری از انبیاءش گفت، نشان از عظمت مقامی اون پیغمبر یا اون امام. شیعه میگوید امام در نظر شیعه باید مثل انفسنا در آیه مباهله، یکی نفس پیغمبر باشه و یکی اونقدر امین خدا باشه به جوری که اسرارشو به او بسپاره. آیا این مقام رو امام من داشته باشه؟ اولا ارتباط با خداش دائمی باشه، ثانیا عالم به اسرار الهی باشه،
ثالثا خدا در مقام تعلیم او به اسرارش آنلاین و علی الدوام باشه. و چون خدا دائما در حال اعمالی است، کل یوم هو فی شأن، پس دائما سر از او هست، پس این ارتباط دائمی باید باشه. رابعا این اسرار مؤثر در تصمیم گیری های نظام خلقت، تربیت خلقت، توسعه خلقت، بقای خلقتن، و کسی که عالم به این اسرار باشه میتواند مدیریت نظام خلقت رو به عهده بگیره. سوال اینه آیا امام من، مولای من، عالم به این اسرار باشه بهتره یا نباشه؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ هل یستوی الاعمی والبصیر؟ ام هل تستوی الظلمات والنور؟ خیلی جالبه که وقتی میگوین حافظ اسرار باشه، بلافاصله میگن حملت کتاب الله هم باید باشه. ائمه باید حاملین کتاب خدا باشن. کسی که ظرفیت حفظ اسرار الهی رو داشته باشه، این میتواند حامل کتاب باشد، عالم به علم کتاب باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساقی کوثر علی، 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 ساقی کوثر علی. امیر هر دو جهان تو مقتدای منی، نه از قدیر از ازل تو آشنای منی. به قاب دل حق شد جمال روی ماه تو، به جان ناقابه شبم فدای راه تو، دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو. ساقی کوثر علی، ساقی کوثر علی،